با شروع انقلاب مردم یمن، تاریخ اونها رو به سرنوشت مشترکی با ساکنان غزه کشونده بود. یمن کشوری 24 میلیونی و غزه منطقه کوچکی با حدود 2 میلیون نفر جمعیت. در ژوئیه سال 2014، همزمان با ماه رمضان، ارتش رژیم صهیونیستی برای خلع سلاح غزه عملیات تیغه حفاظتی رو آغاز کرد. ساکنان غزه با صدای آژیرهای خطر و احساس ترس و اضطراب افطار می‌کردند. غزه در محاصره زمینی و دریایی رژیم صهیونیستی قرار داشت. هیچ جای امنی برای شهروندان در غزه وجود نداشت. حتی پناهگاه‌ها، مدارس و مراکز درمانی. به همین دلیل بود که مردم غزه بهتر از هر کس دیگه‌ای حال یمنی‌ها رو می‌فهمیدن. در مارس 2015 عملیات هوایی طوفان قاطعیت یمن رو در محاصره کامل عربستان و متحدانش قرار داد. خونه‌ها، فرودگاه‌ها و بیمارستان‌ها تخریب می‌شدند و از ارسال کمک‌های دارویی و غذایی جلوگیری می‌شد. همین باعث شده بود 16 میلیون یمنی به مواد غذایی نیاز ضروری پیدا کنند و از دسترسی به آب آشامیدنی سالم محروم شوند. پدران و مادران یمنی وظیفه سختی برای حفظ جون بچه‌هاشون داشتند. 6 کودک در روز نخست حملات کشته شدند. نتانیاهو بعد از رقم زدن نسل کشی در غزه با خونسردی گفت باید انقلاب یمن متوقف بشه. آوارگی و مرگ زنان و کودکان بیگناه به اخباری پیش پا افتاده و روزمره بدل شده بود. بعد از 51 روز بیش از 1900 فلسطینی کشته شدند که حدود 2/3 اونها شهروندان غیر نظامی بودند. 244 زن و 467 کودک. حالا اسرائیل از عربستان حمایت می‌کرد. 2415 حمله هوایی ائتلاف سعودی در کمتر از 27 روز جان 951 نفر از جمله 134 کودک و 95 زن را گرفت. روزنامه دیلی میل در 23 آوریل فاش کرد شاهزاده سعودی برای تشویق خلبان‌های شرکت کننده در جنگ یمن 100 دستگاه خودروی انگلیسی سفارش داده. در جنگ غزه اوباما به رژیم صهیونیستی کمک تسلیحاتی کرد و هر گونه توافق برای آتش بس رو منوط به خلع سلاح کامل غزه دونست. بعد از 51 روز یکی از قوی ترین و مجهزترین ارتش های دنیا عقب نشینی کرد، در حالی که به هیچ یک از اهداف خودش نرسید. جنگ در حالی به پایان رسید که گروه های مقاومت فلسطینی خلع سلاح نشدن و تونل های زیرزمینی همچنان پا بر جا موند. در مقابل این جنگ نشون داد سرزمین های اشغالی امن نیست. در جنگ یمن عربستان هم از حمایت های آمریکا استفاده کرد. با این وجود حمله عربستان هم سبب نشد منصور هادی به قدرت برگرده، بلکه حتی تسلط انقلابی ها بر شهرهای یمن بیشتر شد. پس عربستان و متحدانش تصمیم گرفتند عملیات رو تغییر بدن. عملیات بازگشت امید آغاز شد تا ائتلاف سعودی نتایج طوفان قاطعیت رو به فراموشی بسپره. بنابراین عربستان همانند اسرائیل شکست خواهد خورد. اننا حاضرون
مع أي مواجهة للأعداء سواء في الداخل أو في الخارج. حاضرون للتضحية، مشتاقون للشهادة، وأسلحتنا التي ذاقوا منا طعمها وعرفوا في الميدان شدة بأسها لا زالت بأيدينا. إن عادوا عدنا وعاد الله معنا، و